با سلام و درود احترام خدمت هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. خدایی خیلی بده به این قوم هر کوفتی هست که این ویروس ها دست دونه پخش میکنه، دارو میفروشه، با داروش میاد آدم میکشه، با داروش میاد ملت رو بدبخت میکنه و چه برای سرش بیاد الله اعلم. من حرف نمیخوام بزنم، ولی قطعا این راه به جهنم و ترکستان است. خیلی بدبخت فلک شده هستید که نونتون در خونه کشور دیگه ملت دیگه جستجو میکنید بخورید تا جیمتون بالا بیاد. نمیتونید بخورید، هم خوشبختانه نمیتونید بخورید. میلیارد میلیارد جمع میکنید، حسد دل دنیا میروید. خدا لعنت میکنه همین شما طبق رفتار و کردار خودتون نابود هستید. اما بحث امروز که من بخوام صحبت کنم، در صحبت کنم که من در نوای مجلس هست، من این صحبت ها رو قصد خیلی سال پیش کردم بعضی هاشو، ولی تکرار میکنم بعضی هاشو و بعضی جدید بهتون خواهم گفت. ببین دوستان، ما بیا ما هم رو راست باشیم. تا با هم رو راست نباشیم، تا حقیقت خودمون نپذیریم، ما هم جز بدبخته انسان کره زمین هستیم، تلک زده ترین انسان کره زمین هستیم، بیشرفتر آدم کره زمین هستیم، پسترین آدم کره زمین هستیم تا خودمون رو راست نباشیم. شما چرا به کاندو رای میدید؟ چرا؟ رو من بگید. غیر از این است که امید دارید این گوهی بشود، پخی بشود، شما دنبال گوه را بیفتید، برات این نامی نیست کار انجام. غیر از اینه، غیر از اینه به من بگید. بگید نه دروغ گفتید، دروغ گفتید، دروغ 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 به خودتون و همه. امیدتون از خدا همه قطع کردی، چسبید دم باسن آشغال کثافت. اما یادم خود یه ذره فکر کنید، یک نمادی 10 میلیارد تومان اون چند سال پیش رفته به کاندان هزینه میکرد، به چقدر درآمد داشت؟ غیر از اینه که اسپانسر دارن، غیر از اینکه برای یک سری شرکت خارجی یا کشور خارجی کار میکنن، غیر از اینه که هزینه‌هاشو میدن، وقت شماها شندر قادرتون بندازن یا نندازند، یه لومن سگ جلوتون بندازن یا نندازند، ولی اونا بهره برداشتشون میکنند. زمان نوربخش لعنتی به داردسته رفسنجانی بیشرف بیناموس هرومزاده در میشد که در یک سال 250 تا مصوبه داشت مجلس. نخندید، آمار بده بهتون میگم. ساعت 9 صبح 10 صبح شروع میشد این مصوبه تصویب کردن، اون کاری که باید بکنن دوزی باید بکنن میکردن، ساعت 11 12 دوباره یه چیز میدادن متمم ردش میکردن که اون ماشین که گمرک از اون چیز اونجا از اونجا میره رد کنه ببره و ملت هم تو موضوع یعنی چیز حالی شدن میشه در یه دو روز دو تا حالی شدن مصابه بدن میکردن صبح مصابه اصلی مصابه رو باطل کردنش. کار خودشون میکردن اون موقع بکتن از مردم خود میترسیدن، ولی سبا مردم خارج از این چیزها هستن، از فازها هستن. مردم به نماینده مجلس رای دادن که بره بچهش کار درست کنه، نمیذارم من اسرائیل بهش دادن برای خارجی ها کار میکنه، برای شرکت بزرگ دارگونی ها کار میکنه، برای زبط ها کار میکنه که اونا هر کاری خواستی تو ممکن با سرما بیارن بیارند تا بگی دلاشت دیگه چش خوران کجا چیجوی بهتر نظرتون. بعد از آن نور بخش سال 250 تا بسیار ما مصابه مجلس داشتن. خسته نباش آقای نماینده مجلس، کدومی تو کجا هستی؟ کدومی که تو زندگی درست داری؟ به من نشون بدی جایزه بگیر. محاله همه تون بدبخت و فرزدار آب رفت رفت هستید. دکتر رئیسی بود شهر کرد، خدا روزه پس کردش این همه جا بعد دوست دخترش برن برای کوه از جا پرد شد پایین کمرش برد دو سه سال ناقص بشود. دکتر رئیسی شیش کلاس آباد هم نداره، بخواست بره سر کلاس دانشگاه آزاد توی شهر کرد. زنی بردش من روز اسم بردشان روح و لاست، من چی درست دارم؟ اون میگفت یادش هم تونست سکره چیتو بهتا تری مردم میداد وگرنه شما برای چی میره بیرون من رای میدید؟ برای کشور؟ برای قانونگذاری؟ تو حتی تو میگه دروغ میگید، به خودتون هم دروغ میگید، سر خودتون هم کلا میذارید. کسی که به خودش رحم نمی کنه دیگه دیگران جای خود داره. اگر بگین کار عمرانی میکردم به مجلس، چی کار عمرانی؟ قانونگذاری کارش، کار دولت و کارش اجرایی هست. بچه هم چی کار عمرانی؟
اون وظیفه‌ش انجام بده، پول ملته، پول کشور، پول نفته، بگیره از کار عمرانی بعد بکنه. وقت نماینده مجلس بیاد پارتی بازی بکنه، توف تو جرات همتون، اون رای دهنده و رای گیرنده هیچ فرقی نمی‌کنه. ضمن همه اینها تمام شما شریک جان هستید. تو قانون کائنات اینا چی برام نمیشه؟ قانون کائنات سر جاش هست، سفت و سخت هم هست. شما با شارلاتان بازی شما پول بازی این اون رای بدن و بعد با امیدی که پول براتون بسازند، سرخدار و سرخدار گم کرد دوست عزیز. نه من برم رای بدم که توی چیز من شاید مهرش لازم باشه. چه مهرش نگاه کردن تا حالا؟ بعد تو کی هستی؟ چه عددی هستی تو قصه؟ اون رایش رو بگیرم واقعا تمام شده است. پس رای دادن این همین، این برای خودتون بلا خریدن، برای خودتون دستر خریدن، برای خودتون نکبت خریدن، برای خودتون ذلت خریدن، آینده خودتون رو خراب کردن، آینده در بچه رو خراب کردن، هیچی دیگه نیست. تمام کسایی کردن همینه. شک نکنید. آقا محمد من گرفتارم، من میتونم. خب حقته. چند رای دادی؟ خب رای دادم. گه خوردی رای دادی. گه خوردی رای دادی. گه خوردی با جد آمد رای دادی. به کی رای دادی؟ چه داشتی علمی ازش داشتی؟ چه آگاهی ازش داشتی؟ فقط به امیدی که یک دومد رو فرد کنه، یعنی سر جور رو فرد کنه. سوار شاه، شیر شاه زندگی میکردی. حالا این دیوس های بی سواده، ای آشقالی آخونده، این لعنتی ها، تو بری بینا کن بدا دو تکون بدی لیاقت مردم ایران اینه؟ تو بهتون بگم خیلی رای نمیدن، نمیدن و نقال داد. ولی شماها برای خودتون خوشبختانه، برای خودتون کیشه به ریشه خودتون زدید، همتون ذل و خوار هستید. الان در خود نمیدن چی بود نگه، برای باشو فرما با پیکارت، برای پیکارت. اول زلت ها امید چون قرد شد، اومد زلت ها کار بی حرفاتو نداشتن. اونا گفتن نماینده مجلس بیاد تو مجلس، ما مصوبه که میخوایم کاری بکنیم، دوستی رو بکنیم، نفت بریم، گاز بریم، کار بکنیم، اون تصمیم کنیم. ما به قانون کار نکردیم، مجلس تصمیم کرده، مجلس نماینده مردم تصمیم کرده، من برده این مکار نده بی حرفا. حرفشم درست داره از نظر کلی، پس بحثی نیست. حالا خود دانید، خواب پر دید، خواب ملال، خواب رای بدید، خواب خودتون میدید، اون دید از خودتون. اسپانسر باره بر 90% نماد بعدی از خارجی هستن، اسپانسر اون هستن. خب خدمت شما هستم که برای شاهزاده عزیز میتونی بگم که ایشون چرا با اون شخص جامعه شد میدوستان عزیز. آدم زرنگ کسی زرنگش مخفی کنه. سیاست پدر مادر نداره، سیاست شرف نداره، سیاست به هیچی باور نیست به قدر منافع یه عده. حالا اگه شاهزاده بیاد من نباید حرف بزنم، درستم نیست، ولی به خاطر بعضی ها بهشون بفهمونم که شماها نمیفهمید، شماها بیراه میرید، انتقاد علکی میکنید. میخوام بهتون بگم که اگه شاهد راه نمای سمت چپ از سمت راست پیچید، این زرنگیشه، وزار میسند یک کار انجام میده، دوراندیشه، حواسش جمعه و یه آدم سیاست مدار بدی نیست. اگر هم هست داره تمام دنیا خوب هست، بارها میرو گفتنشون نتیجه کارشون رو ببینید. می اجرار کرد یا خدا سرکار رو برده؟ آقای وزیر دفاع آمریکا گفتن حمله به نیروهای ما در خاورمیانه را تحمل نمی کنیم. نه با شوخی، نه با قیافه اند، با گوش قیافه اند، برای گوش بود قیافه یاده حالش به هم می خود. دروغگوی کسام، همه دروغگو هستید، همه تون دروغگو هستید. قیافه رو نگاه کن، به 2000 نمی ارزید، 2000 فقط اخ می کنی؟ کردن دیگه، از این مدازی بالاتر بکنن تا کجاش بکنن که حالید بشه. شما وزیر دفاع آمریکا گفت به جو بایدن، نه جو بایدن نه خودش
همزاد نیروی آمریکایی در خاور تحمل نخواهند کرد. تو همیتی پوخی نیستی خفه شو بایدین از تو بدتر. لوید آستین گفت پس از حمله 7 اکتبر هم حماس به اسرائیل، گروه های تروریستی که ایران حمایت و تأمین مالی میکند بی‌ثباتی بیشتری را از جمله حمله به حوثی ها به کشتی کشتی تجاری و در سرخ کردن حقتون. او گفت اکنون در حضی خطرناکی در خاورمیانه است و تأکید کرد با اینکه آمریکا از گسترش منابع منازعه با ایران پریز میکند اما دفاع از هم منافع آمریکا را ضرورت میداند. در 40 سال آینده خوبه، فکر خوبیه. همه تو هم بیشرف دارید، همه تو هم دروغ‌تر هستید و شما خوبه که شما سرکار برده اون کائنات که آمریکا رو نابود کنه. کارهای بزرگ دست های کوچیک، بلوف بلوف بلوف، لاف 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 لاف، اینه اون کسافت دیگه، اون تیقه آشقال کرده دیگه. حالا سن شده خدمت شما هستم که پروازش کرد در چابهار، یه درفتن اونجا از بعد گل دستش بوده به مسافر، خوشحال مسافر رو نگرفتن و این تو دهنی بزرگ به خامنه‌ای و امثالون هست. خب بیرم جا اخبار چی دارم که زود که بتمام کنم، حال ندارم، اصلا حال ندارم. باورتون میشه 3 تا سروم 9 میلیون تومن، 3 تا سروم 9 میلیون تومن. خب در فرانسه هم که خبر دارید کشاورزا به دولت به ذلت و خفت نشوندند. صبر اونا زیاد بود، به ترس از که صبر زیاده. این آقا بدم فرستاد با دو سلام خدمت استاد. گویا در بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان هم در نقل عمومی و فرانسه به مشکلات عیده در زمین کشاورزی پیدا آمده و کشوران دست به اعتصاب گسترده زدند که درست همون پیشبینی بود که سالها میگفتید. ممنونم. خب باز من دو تا هرس در روزگار تروریسم، حزب الله عراق عملیات نظامی علیه نیروهای آمریکایی رو بالا تعلیق درآورده است. علت اصلی دو دینه همش حرفه در زنی که ایران بهش پول دیگه نمیده اونا و اونا میگه ما نمی کنیم. سکیر دیگه دارم براتون دوستان، مال مریضی گفتم بهتون، در خانه اگر کسی هست هم یک حرف بس هست، کسی دلش برای شما ها نسوخته، هر کاری که به نفع خودشون کار میکنن. شما ها رو بازی چه قرار دادند، شما رو بهانه میکنند، رای رو که گرفتند کودن بردنگ بعد بودتون از ترد من پایین. چون اینا بره خارجی ها میخواهی مصور رو، چون مجلس هم توی خواستی برسی من قانوندان هستم، یعنی آقای مصور مجلسش این قراره بودن، من پس هر کار خواستی مایی میکنم. خودشان خواستند، خودشان ما قبول کردند که این چیز کار رو ما بدن، این چیزان پولچی با ما بگیرند که رایگه نمی چکار کرده. خب ایامتون میکنم بود گفتم خوش رای دهنده عزیز و گرامی. به کی میخوای رای بدی؟ فلاکت خودت، بدبختی خودت، صاحب اختیاری. البته میدونم رأی نمیدین دوره، ولی خب اونا به خاطر منافع اینجا چیز نشده ها، ولی نسل جوان نه، نسل جدید نه، حالی شکلی به خاطر چی هست، ولی هنوز یه دست منافعشون به دست نرسیده یه حرفا کارا میکنن. ولی در هر صورت حکومت بازنده است، ملت برنده. ایام بکنم بزنده.